سلام، توی این ویدیو میخوام یادتون بدم که چقدر ساده با ابزار کرو توی فتوشاپ میتونید کانتور بکنید. پس تا انتهای این آموزش با من همراه باشین. احمد رضا هستم و شما دارین یکی دیگه از ویدیوهای کانال منو میبینین. اگر به عکاسی علاقه دارین خوشحال میشم حتما روی دکمه سابسکرایب کلیک بکنید. بدون معطلی بریم سراغ آموزشمون. اگه نمیدونید کانتور چیه، باید بگم که شما یا دختر نیستین یا اینکه عکاس نیستین، چون کانتور یه چیزیه که دیگه تقریبا همه یه دخترها که میدونن چیه و عکاس ها هم فکر میکنن باید بدونن که چیه. به این روش به کانتور میگن به داجو برن گلوبال، یعنی یه کار کلی و سطحی هستش که خیلی ساده است و از کمتر از شاید 3-4 دقیقه وقت شما رو بگیره. فقط کافیه که کانتور متناسب با اون زاویه اون صورت رو شما بدونین چیه. حالا یا احتمالا میدونین یا نمیدونین. اگر که نمیدونید، یه روشی هست که خیلی ساده است. داخل گوگل شما فقط کافیه که سرچ بکنین کانتورینگ و کلی الگو براتون میاره. اینجا توضیح داده انواع و اقسام صورت‌ها و مدل کانتور کردنشون رو گفته. میتونید از این الگوها استفاده بکنید برای کارتون. خب بیایم سراغ فتوشاپ. خب من این دوتا رو پاک بکنم و بریم سراغ این که توضیح بدیم. اول اینکه فقط کافی از این پایین ابزار کرو رو انتخاب بکنی، یا از اینجا یا از ادجاستمنت هم میشه، که من پیشنهادم اینه که از اینجا این کار رو بکنی که ماسکش هم باشه. کرو رو از اینجا انتخاب میکنی، یه کنترل زد میزنم دوباره کرو پایین لول و بالای اکسپوژر کرو رو میزنین، از وسط شما میریم به سمت هایلایت. اینجا خوبه مثلا برای این عکس میبنیم. یه کنترل آی میزنم من روی ماسکش تا از اون حالت پر بودن به اون حالت خالی بودن تبدیل بشه و خودم پرش بکنم. دوباره باز مجددا یه کرو دیگه میزنم، این بار برعکس اون بار که به سمت هایلایت ها رفتیم به سمت شادو. انقدر کافیه مثلا. مجددن کنترل آی رو برای ماسک کرو دوم هم میزنم، کرو اول هم میذارم هایلایت مثلا فارسی بنویسم. کرو دوم شادو انگلیسی بنویسم اینو که متفاوت باشه یه مقداری. خب هایلایت میام روی ماسکش، کروی که درست کردم و گذاشتمش هایلایت، یعنی نور سفید رو دادم بهش. براشم رو انتخاب میکنم، اندازه براشم رو تنظیم میکنم، میام اینجا. این چهره تقریبا چطوری بگم، مثلا بذارید بعد از اینکه به اندازه براشم رو تنظیم کردم، خب دیگه رفتین الگوتونم دیدین، اینجا میتونین چک بکنین که چه صورتی دارین و چه شکلی هست خودتون. من اینجاها رو بذارین اول شادو. این روش که میگم خیلی ساده است و گلوباره. این روش که میگم ساده ترین روش ممکن برای کانتور سریه توی فتوشاپ. خب این قسمت ها رو کنترل زد بگیرم، من زوم بکنم تا بهتر بتونم کارمو بکنم. براشم دوباره انتخاب میکنم، اندازش از اینجا خوب. با براش میکشم روی این ماسکی که اینجا ایجاد کردم.
توی پیشونی هم استفاده میکنم. توی این قسمت برای بینی بالای لب اینجاها رو میتونین شادو بزنین، این قسمت هم همینطور. ولی خب برای اینکه به خیلی خوب و دقیق کانتور بکنین باید الگوی متناسب با هر زاویه صورتی رو بدونید. خب قسمت هم اینجاها هم حتی برای نمونین کردن بیشتر ترقوه ها توی عکساتون هم میتونید از کانتور استفاده بکنیم. میام روی هایلایت، اینجا که مشخصا همه میدونن روی بینی این شکلی، پایین چشم هم، روی گونه، یه مثلث میاریم و اینجا. به این ترتیب خیلی ساده. خب اینجا رو هم هایلایت میزنم همین. حالا بیایم عقب این شات. حالا چی کار بکنیم بعد از اینکه این اتفاق افتاد؟ ببخشید، پروپرتیس این لایه کرممون رو میزنیم. من دو بار که کلیک بکنم روش پرپرتیسش میاد، دو بار که روی کروم کلیک بکنم، یعنی که دو بار که روی دوبارم نمیخواد، حتی یک بار، بله یک بار که مثلا روی اون لایه ماسک کروم کلیک بکنم پرپرتیسش باز میشه برام. فدرش رو میام هرچی میرم جلوتر میبینین که چه اتفاقی میفته. ما مثلا 73 خوبه. فدر شادو رو هم میام تا مثلا 176. خب ببینیم چه اتفاقی افتاد قبل و بعد. ببینیم، میبینید به چه ترتیب یه کانتور خیلی خیلی ساده و سریع انجام شد. فقط با ابزار کرو، یه کرو میدین هایلایت ها رو میسازین، یه کرو میدین شادو ها رو میسازین، بعد روی لایه ماسکش کنترل آی میزنین که برعکس بشه، یعنی از حالت پر بودن به خالی بودن تبدیل بشه، خودتون اون جاهایی که لازمه پر بکنی. و توی پروپرتیز هم فدر رو برای هر کدوم اعمال میکنی. همین، خیلی ساده. مرسی که تا انتهای این آموزش با من همراه بودین. امیدوارم که به دردتون بخوره و بتونین ازش خوب استفاده بکنین روی کاراتون. امیدوارم که لذت برده باشین. بازم اگر که ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک بکنین برای حمایت کردن از من. کامنت یادتون نره، حتما کامنت بذارید برام و حتما کانال رو ساب بکنین چون نیاز دارم به این سابا. مرسی، تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.